استاد، آیاتی که روی کفن ها نوشته میشه یا ای که بعضی خیلی مصر هستن و اصرار دارن که این کفن ها را ببرن در حرم های شریف در جای اسلام بتن و زیارت بتن، اینا هم تاثیر گذار ما میتونه باشه؟ خدمتتان ارز کنم که در این زمانه میگن استحباب داره نوشتن آیت الکرسی و نوشتن سوره جوشن کبیر یاسین و جوشن کبیر را استحباب داره و قطعا تبرک کردن در حرم ائمه علیهم الصلاه و السلام، حرم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، هیچ کدام از اینا بی تاثیر نیست. جناب حسین صاحب، همونطور که پیراهن حضرت یوسف مدتی در بدن حضرت یوسف بود و پیراهن آوردن انداختن روی چشمای نابینای حضرت یعقوب، فرتد بصیرا، چشمهای چی شد؟ بینا شد. البته ما بارها گفتیم و بارها گفتیم، بازم میگیم شفا دهندگی تأثیر همیش از خدای تبارک و تعالی است، ولی گپ ایه که بعض وقتا خدای تبارک و تعالی این تأثیر را در دم عیسی مسیح قرار میده. عیسی مسیح یک کوفی میکرد به تعبیر ما، یک چوفی میکرد، خب خیلی ها مرده حتی چی میشد زنده میشد، یا دست میکشید حضرت عیسی روح الله به چشم کسی که مادرزاد چشم نداشته، خب چشمش بینا میشود، ولی اینا تأثیر داره و کسی نمیتونه منکر از این تأثیر شود. او چیزی که مهمه تأثیر از آن خدای تبارک و تعالی و خداوند خودش میتونه به هر چیزی هر تأثیر را بگذاره و هر تأثیر را بگیره. خب گرفت دیگه، نمونش گفت که حضرت ابراهیم علیه السلام هم میخواستن داخل آتش بندازن که انداختن و یک فرمان الهی گفت که ای آتش سرد و سالم باش، بردن و سلام آمد، ولی بردن و سلام آمد، یعنی هم به احساس سرد شد و هم سالم بود، هم سرد نشد که اصلا یخ بزنه. بنابراین تمام از تأثیرات از آن خدای تبارک و تعالی و خدای سبحان، ارادش اگر قرار بگیره ایره گاهی در کف دست میگذاره، گاهی در کوف میگذاره، گاهی در یک قبر میگذاره، گاهی در یک سن، به هر حال از آن خدای تبارک و تعالی و هیچ جنبه شرک و نمیدونم کفر و از این گپا نداره، همش به اذن الله میباشه، به اذن الله تبارک و تعالی، و کل یوم هو فی شأن.